خبرها. کشته و زخمی شدن 863 غیر نظامی طی 50 روز گذشته در کشور. خواست دیدبان حقوق بشر بر اولویت مسئولیت افراد ملکی و توقف عملات غیر مشروع طالبان در کشور. و بمباران شهر مارتاکرت توسط جنگنده آذربایجان. سلام و وقت شما بخیر. بر رویدادهای خبری این ساعت خوش آمدید. مشروع خبرها. وزارت امور داخله اعلام کرد که گروه طالبان طی 50 روز گذشته 863 غیر نظامی را کشته و زخمی کرده است. طارق قادیان سخنگوی این وزارت در توییت نوشت طالبان در جریان 50 روز گذشته 1959 تحرک تهاجمی انجام دادند، به شمول 14 حمله انتحاری و 273 مورد انفجار ماین. طارق آریان اضافه کرد در پاسخ به عملات طالبان 1517 جنگجوی طالبان کشته شدند و 630 طالب دیگر زخم برداشتند. گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. گفتنی است که این خبر در شرایطی نشر شده که در این روزها میزان خشونت در افغانستان افزایش یافته و روند مذاکرات سال میان هیئت‌های دولت کابل و طالبان در دوحه قطر نیز ادامه دارد. رئیس سابق امنیت ملی میگوید قطر به معاون طالبان خانه مجلل و 1 میلیون دلار داده است. رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی اعلام کرد قطری ها با ملا برادر معاون رهبر طالبان 1 خانه مجلل و 1 میلیون دلار دادند تا در زمینه غارت معادن افغانستان کمک کند. با گفته یک منبع مطمئن قطری ها حدود 1 میلیون دلار به ملا برادر دادند تا قدردانی خود را از وی برای تسهیل اجرای این طرح نشان دهد. همچنین انس اقانی نیز از قطری ها 1 موتر تویوتا لند کروزر مدل 2020 را به عنوان هدیه دریافت کرده است. محمد نبی عمری زندانی سابق بازداشتگاه گوانتانامو و دستیار نزدیک اقانی در قطر نیز از سوی قطری ها خانه مجللی را به عنوان هدیه دریافت کرده است. نبیل اضافه کرد در توافق با مولوی یعقوب و سراج الدین اقانی این دو معاون طالبان پول را تقسیم خواهند کرد. سراج الدین اقانی دستیار نزدیک خودش ذبیح الله معروف و انجینر را نزد ملا برادر فرستاده است تا با گروه شرکت های قطری در مورد معاملات تجاریشان که باعث تقویت وضعیت مالی آینده طالبان می شود مذاکره کند. او علاوه کرد ذبیح الله معروف و انجینر جلسات با این بنیاد در دوحه داشته است. این جلسات توسط ملا برادر انس اقانی و مولوی محمد نبی عمری تنظیم شده بود. ملا برادر که خانه تازه مبلل شده خود را در منطقه غرافه قطر تحویل گرفته است در حال حاضر میزبان ذبیح الله در این اقامتگاه بزرگش است. علاوه بر این او دستمزد بزرگ را برای ذبیح الله در نظر گرفته است و همچنین ذبیح الله میتواند از فضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه برای پیشبرد کارهایش استفاده کند. عمران خان نخست وزیر پاکستان روز گذشته در مصاحبه با مجله اشپیگل گفت که او اخیراً با گلبدین حکمتیار و با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرده و گفت که ما در افغانستان هیچ ترجیحی نداریم. تنها منافع ما این است که دولت آینده در کابل به هند اجازه عملیات از آنجا علیه پاکستان را ندهد. عمران خان میگوید تنها منافع پاکستان در افغانستان این است که دولت آینده در کابل به هند اجازه عملیات از آنجا علیه پاکستان را ندهد. هند یکی از حامیان مهم دولت افغانستان در دو دهه گذشته بوده است و اسلام آباد به دلیل اختلافات بر سر کشمیر با دهلی هر نوع حضور و نفوذ هند در افغانستان را تهدید به امنیت خود تلقی میکند. اما کابل همواره تاکید کرده که هند هیچ نوع فعالیت ضد پاکستان از افغانستان را نداشته و حضور هند در افغانستان بهانه برای توجه حمایت این کشور از طالبان است. در همین حال ماه گذشته عبدالله عبدالله در رأس یک هیئت عالی رتبه سفر 3 روزه به اسلام آباد داشت. هفته گذشته نیز میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان در رأس یک هیئت پارلمانی از اسلام آباد دیدار کرد. برخی ناظران از تلاش های عمران خان برای ایجاد روند آلترناتیوی صلح افغانستان از طریق تسهیل گفتگوهای مستقیم میان چهره های جهادی و طالبان سخن گفتند.
عمران خان میگوید در حال حاضر هیچ کسی نمیتواند پیش بینی کند که تحولات افغانستان به کدام سو خواهد رفت. خان مدعی شد که چیزی که من میتوانم بگویم کشوری که بعد از افغانستان بیشترین احتیاج را به صلح دارد پاکستان است. او افزود مناطق قبایلی ما در مجاورت مرز افغانستان در 15 سال گذشته ویران شده است. نیمی از مردم این مناطق آواره داخلی شدند. حدود 1.5 میلیون نفر از آنها قربانیان درگیری بین طالبان و پاکستان و ارتش هستند. دیدبان حقوق بشر میگوید طرفین گفتگوها در دوحه باید مسئولیت افراد ملکی و توقف عملات غیر مشروع را در اولویت قرار دهند. در همین حال با آنکه مذاکره بین دولت و نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر از 12 سپتامبر به این سو ادامه دارد، اما از یک سو نتیجه ملموس در قبال نداشته، از جانب دیگر ناامنی و خشونت های جاری در افغانستان پایان نیافته است. این موضوع باعث نگرانی دیدبان حقوق بشر شده است. معاون بخش آسیا در این سازمان گفت که برای جلب اعتماد مردم بر روند جاری صلح به یک توافق سیاسی قابل اعتبار نیاز است. افغان ها به طور قابل درک در مورد تأخیر در گفتگوها و اینکه نتیجه نداشته به شدت نگرانند. در همین حال افزایش خشونت ها منجر به افزایش رنج افراد ملکی شده است. به نظر من برای اینکه مردم به این روند اعتماد داشته باشند که به یک حل صلح‌آمیز منجر می شود، روشن است که اطراف درگیر در مذاکرات باید تدابیر حفاظت از غیر نظامیان را روی دست بگیرند، از رنج مردم بکاهند، حملات غیر مشروع را متوقف سازند و این در اولویت آنها قرار داشته باشد. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نیز در مورد افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در همین حال آقای خلیلزاد اخیراً از طریق توییتر نوشته و با وصف اینکه در مورد کاهش خشونت ها تعهدات صورت گرفته، اما وای متاسف است که این کار نشده است. زلمه خلیلزاد همچنان گفته برای مصالحه و حل سیاسی برای همیشه باز نخواهد بود. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور صلح کشور نیز گفته است برای آنکه مذاکرات جاری در قطر نتایج خوب داشته باشد، طرفین درگیر باید جنگ را متوقف ساخته و در مورد آتش بس دائمی توافق کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پاسخ به درخواست کاهش آتش جنگ گفت تماس ها و جلسات آنها ادامه دارد. با گفته وی مثلا من مشکلات وجود خواهد داشت، اما امید است که نتیجه حاصل شود. دفتر هیئت معاون سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در هفته گذشته در گزارش اعلام کرد که در 9 ماه نخست سال 2020 میلادی 2117 غیر نظامی در افغانستان کشته و 3722 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخله و شورای امنیت ملی افغانستان طالبان را مسئول بیشترین تلفات افراد ملکی دانستند. وزارت داخله کشور روز گذشته گفت در 2 ماه گذشته در حملات طالبان 261 فرد ملکی کشته شدند. طرفین جنگ در افغانستان همواره یکدیگر را مسئول بیشترین بخش تلفات افراد ملکی در این کشور قلمداد میکنند. مسئولان امنیتی در ولایت قندهار میگوید که در نتیجه حملات نیروهای دولتی در ولسوالی های ارغنداب و ژیری این ولایت 101 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. جمال ناصر بارگزای سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار میگوید که این عملات به صورت زمینی و هوایی توسط نیروهای دولتی در 24 ساعت گذشته در روستاهای کوهک و نگهان ولسوالی ارغنداب و روستای نهر کارس ولسوالی ژیری را اندازی شده بود. مسئولان امنیتی در ولایت قندهار می گوید که در نتیجه حملات نیروهای دولتی در ولسوالی های ارغنداب و ژیری این ولایت 101 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. جمال ناصر بارگزای در ادامه می گوید که 64 جنگجوی کشته شده طالبان در ارغنداب و مطابق 37 جنگجوی دیگر این گروه در ژیری کشته شدند. او گفت که در جریان این حملات 26 جنگجوی دیگر این گروه نیز زخمی شدند. سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار در بخشی از صحبت های خود همچنان گفت که جنگجوی طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی شکست خوردند و به خانه‌های غیر نظامیان پناه بردند. او افزود که آنان در تعداد از مناطق تحت درگیری و غیر نظامیان نیز اجازه خروج از خانه‌هایشان را نمی‌دهند. گروه طالبان اما تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که طالبان هفته پیش در روستاهای تابین، جوری لاهور، بابرو، خسرو، شیون و سایر نقاط ولسوالی ارغنداب حملات گسترده را اندازی کردند و در پی این حملات تعداد زیادی از غیر نظامیان از خانواده‌هایشان به شهر قندهار بیجا شدند. 3 روز پس از این حملات طالبان نیروهای دولتی اعلام کردند که عملیات پاکسازی این مناطق را آغاز کردند. ولایت قندهار در جنوب کشور از ولایت ناامن است که طالبان در بخش‌های از این ولایت حضور و فعالیت گسترده‌ای دارد. این ولایت به عنوان خاستگاه این گروه شمرده می‌شود. مسئولان امنیتی در ولایت قندهار می‌گویند که در نتیجه حملات نیروهای دولتی در ولسوالی‌های ارغنداب و ژیری این ولایت 101 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. بارگزای افزود که 64 جنگجوی کشته شده طالبان
طالبان در ارغنده و متبقی 37 جنگجوی دیگر این گروه در جیری کشته شدند. او گفت که در جریان این حملات 26 جنگجوی دیگر این گروه نیز زخمی شدند. سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار در بخش از صحبت‌های خود همچنان گفت که جنگجویان طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی و دفاعی شکست خورده و به خانه‌های غیر نظامیان پناه بردند. او افزود که آنان در تعداد از مناطق تحت درگیری به غیر نظامیان نیز اجازه خروج از خانه‌هایشان را نمی‌دهند. گروه طالبان اما تاکنون در این مورد چیزی نگفت. این هم چند خبر از خارج از کشور. ارمنستان از بمباران شهر مرتاکره توسط جنگنده آذربایجان خبر داد. ارمنستان با نشر بیانیه میگوید که جنگنده نیروهای هوایی آذربایجان شب گذشته شهر مرتاکره و شرکت‌های مجاور را بمباران کرد. در بیانیه آمده است شب گذشته دشمن شهر مرتاکرت و شهرک‌های مجاور هدف حمله قرار دادند که در نتیجه بمباران تخریب‌های زیادی انجام شده است. شب گذشته روستاهای منطقه فوقانی آسکران مورد گلوله باران قرار گرفت. دشمن از تاسیسات گراد و سیمریچ به سمت روستاهای اوتارانوتس و سزنک آتش گشود. هیچ تلفات در بین مردم غیر نظامی وجود ندارد. تنش‌ها میان آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ از 27 سپتامبر اثر گرفته شد. طرفین یکدیگر را آغازگر این درگیری می‌دانند. طرفین درگیری تا اکنون 3 بار در خصوص آتش بس توافق کردند. آخرین توافق آتش بس میان طرفین از روز 26 اکتبر اجرایی شد، اما پس از این توافق نیز هم مانند دفعات گذشته طرفین از عدم رعایت آتش بس از سوی طرف دیگر خبر دادند. درگیری ها میان باکو و ایروان درباره منطقه قره‌باغ از فوریه سال 1988 و از زمانی که منطقه قره‌باغ جدایی خود را از آذربایجان اعلام کرد آغاز شده است. در جریان درگیری های مسلحانه از سال 1992 تا سال 1994 آذربایجان کنترل منطقه قره‌باغ و مناطق اطراف آن را از دست داد. از سال 1992 مذاکرات برای دستیابی به راه حل صلح‌آمیز درباره این درگیری تحت چارچوب گروه منسک، سازمان همکاری و امنیت اروپا با ریاست مشترک روسیه، آمریکا و فرانسه آغاز شده است. و خبر اخیر این که ایرج اریچی معاون کل وزارت صحت ایران میگوید درصد مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا که در شفاخانه ها بستری شدند تا 18% بوده است. در همین حال محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفت متوسط مرگ و میر در ایران را 15% و متوسط مرگ و میر در سایر کشورها را 5% اعلام کرده است. ایرج حریرچی که شام روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی در شبکه دو حکومت ایران سخن گفت، با تایید افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت میزان مرگ و میر مبتلا به کرونا در مجموع بین 10-18% بوده است و 50% از کسانی که به ICU و 50% از کسانی که به ICU منتقل شده و 90% کسانی که در ICU مورد لوله‌گذاری قرار میگیرند جان خود را از دست میدهند. او گفت مهمترین شاخص کنترل بیماری مرگ روزانه یا مرگ به اعضای هر 1 میلیون نفر است که در ایران هفته گذشته به اعضای هر 1 میلیون نفر 36 نفر قربانی شدند. آقای حریرچی از شهرهای یزد، ایلام مرکزی و آذربایجان غربی به عنوان استانهای نام برده که بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از کرونا را داشتند. معاون وزیر کل صحت ایران همچنین گفت در روزهای آینده تعداد مبتلایان افزایش خواهد یافت و از افرادی که آنها را دشمنان توصیف کرد خواست که روی افزایش تعداد تمرکز نکنند، چون این مورد نشانه کارآمدی سیستم است که دارد تست بیشتر انجام می‌دهد. با وجود این ادعا محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران گفته است که ایران در تشخیص و مهار این بیماری ناموفق بوده است. او از تشخیص دیرهنگام بیماران کرونایی، عدم ردیابی افراد در تماس با مبتلایان، تراکم بیمارستان‌ها، کمبود تخت و پرسنل و عدم وجود عزمی ملی در الزام آور بودن رعایت پروتکل‌ها و تحریم‌ها به عنوان دلایل ناموفق بودن سیستم بهداشت و درمان و افزایش مبتلایان و مرگ میر در ایران نام برده است. آقای ظفرقندی تاکید کرده که آمار مرگ میر کرونا در ایران حداقل 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند و در حال حاضر در آمارهای جهانی که بر اساس آمارهای وزارت بهداشت محاسبه می شود در بخش مرگ و میر ناشی از کرونا جز 5 کشور اول است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران همچنین گفته است که در حال حاضر نیاز به 85,000 تست تشخیص کرونا در طول یک روز داریم، ولی فعلا 25,000 تست انجام می شود. سپاس از امرویتان به سرویس خبری این ساعت از نورین. از شما دعوت می کنم تا با بقیه برنامه های نورین باشید. وقتتان بخیر.